کاربران رسانه‌های اجتماعی هشتگ مهسا امینی رو به بیش از 68 میلیون رساندند و با این هشتگ راوی مقاومت مردم و گزارشگر خشونت سرکوبگران شدند. آنها می‌نویسند نه فقط برای مهسا که برای ریرا، برای آبان و برای هر کسی که حکومت کشته در خیابانند. می‌گویند برای حقوق پایمال شده، برای طبیعت جان داده، برای ایران خسته اعتراض می‌کنند. می‌نویسند از گلوله نمی‌ترسند و تا ایران رو پس نگیرند به خانه بر نمیگردند. کاربری نوشته برای قطره قطره اشکهای مهسا موقع کتک خوردن، اشکهای امیرحسین موقع کمک خواستن، اشکهای رومینا موقع تیزی داس روی گردن، اشکهای آتنا موقع خفه شدن، برای زیر آوار موندن مریم و رامین، برای سوختن پونه و آرش، برای چشمهای ریرا، برای ایران. امیر حسین مرادی میگه برای پدرم که خودکشی کرد تا با مرگش از اعدام من جلوگیری کنه. کاوه مدنی نوشته برای آب، برای کوه، برای تالاب، برای رود، برای ساحل، برای دریا، برای جنگل، برای فردا، برای خاک، برای آبان، برای ما، برای ایران. سروش لشکری خواننده رپ که با نام هنری هیچکس شناخته میشه در حمایت از هشتگ مهسا امینی و حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینطور نوشته: اون جنگ خیابونه، این جنگ رسانه‌ای، همشون مهمن، هشتگ بزنین، هشتگ خالی هم نه، اگه فکر میکنین حرفی ندارین اشتباه میکنین، از دونه دونه ظلم‌های ریز و درشت جمهوری اسلامی که روی خودتون و اطرافیانتون تاثیر گذاشته بنویسین و هشتگ بزنین. بسیاری از کاربرها از ویژگی‌های این اعتراضات و همدلی مردم با هم می‌نویسند و همچنان به برخورد حکومت و نیروهای سرکوبگر اعتراض دارند. مهراب قاسم خانی نوشته چجوری می‌تونین شلیک مستقیم کنین به سمت یک انسان، یکی که مسلح نیست، یکی که هموطن خودتونه؟ چجوری میتونین باتون رو با اون شدت بزنین به سر یه دختر جوان؟ چجوری میتونین به یک پیر مرد لگد بزنین؟ چجور آدم هایی هستین؟ بهتون چی گفتن در مورد کسایی که جلوی اسلحتون هستن؟ چجوری میتونین اینقدر بیرحم باشین؟ چی باعث میشه اون اسلحه رو زمین نذاری؟ یکی از کاربرها میگه این جنبش شهروندان در برابر رانتی هاست. هر کدوم از ما تخصص و استعدادی داریم. در کنار اعتراضات از تخصص خودتون استفاده کنین. برای ایمنی معترضان، برای گسترش حوزه های اعتراض، برای اطلاع رسانی و برای ناکارآمد کردن سرکوب. این جنگ خرد علیه تاریکی است. داوود هم کاربری که از حمایت‌های بین‌المللی نوشته و به برنامه دیلی شو که در آمریکا خیلی محبوبه اشاره کرده. مجری این برنامه با پخش تصاویری از زنان در اعتراضات گفته زنان ایران شجاع‌ترین هستند و الهام بخش همه شدند. و درباره قطع شدن اینترنت هم گفت. این کاربر در آخر میگه کل دنیا داره میشنوه، ادامه بدین. و در نهایت هم کاربری نوشته این همه سال فریاد زده شد که رفراندوم برگزار کنین تا مردم ایران نظر خودشون رو ابراز کنن. حکومت خودش رو به نشنیدن زد. حالا 7 روز است که خیابان‌های ایران شاهد برگزاری رفراندوم است. رفراندوم نه به جمهوری اسلامی.